شاگردای عزیز و دوست داشتنی، دخترها و پسرای خوب، سلام. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. با امید صحتمندی شما درس امروز خدا شروع میکنیم. البته قبل از اینکه درس امروز شروع کنیم، یک مرور مندازیم به درس گذشته. درس گذشته ما و شما بود انکسار نور. انکسار نور، هرگاه نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر شوه، مسیر یا رایش تغییر میده. که نمی تغییر مسیر اشعه نور را به نام شکست یا انکسار نور یاد میکنن. که انکسار نور اثرات جالب از خود به جا میگذاره. مثلا وقتی شما قلم در بین یک ظرف یک گیلاس پر از آب قرار بدین، در نظرتان شکسته معلوم میشه. یا هرگاه در متوجه که شده باشین در روزهای نیمه باران، نیمه آفتابی یا به اصطلاح ما و شما هفته و بارانک، اگر باشه قطرات از قطرات یا ذرات کوچک باران وقتی نور آفتاب عبور میکنه، ای به هفت رنگ تجزیه میشه که قوس قزح یا کمان رستم میسازه. و همچنان سراب نیز از اثرات جالب انکسار نور میباشه. خوب شاگردای عزیز، آل ای بود درس گذشته. البته من امیدوار هستم که شما کار خانگی تان انجام دادین و کار خانگی شما تعریف انکسار بود، که انکسار را تعریف کنین و دربارش معلومات بدین. که اینجا هم به طور مختصر من براتون معلومات دادم و همچنان گفته بودم که امو تجربه یا فعالیت یک بار با خود کار کنین که من مطمئن هستم که حتمی را انجام دادین. خوب شاگردای عزیز، آل من یک چیز را بر شما نشان میتم، شما ببینین که چی هست. به نظر شما، به نظرتانی چی هست؟ آفرین، این منشور است. درس امروز ما و شما هم امی هست راجع به منشور. خب صنف هفتم، مضمون فیزیک، موضوع درس منشور، صفحات شام 78-79. و هدف آموزشی ما در این درس، شاگردان در اخیر درس به هدف ذیل دست میابند. آشنایی با منشور و به کار بردن آن، تطبیق کردن پدیده انکسار در منشور و ایجاد طیف نور در آن، باور کردن شاگردان و علاقمند شدنشان به طرز کار منشور و تجزیه نور سفید به هفت رنگ توسط آن. این اهداف آموزشی است که ما در این درس داریم و شاگردان به او در آخر درس دست می‌یابند. خوب شاگردای عزیز، اول منشور می‌بینیم که منشور چی هست. منشور زمانی که پوش شفاف قلم خودکار خود را بر روی کاغذ سفید در برابر شعای آفتاب قرار می دهید، در روی کاغذ رنگ های مختلف را می بینید. این رنگ ها چگونه به وجود می آید؟ در حقیقت پشت قلم مانند یک منشور عمل می کند و نور آفتاب به هفت رنگ تجزیه می کند. پس منشور یک جسم شفاف است که دارای چند وجه ها، که معمولا دارای سه وجه ها می باشد. شکل یک منشور نشان میده که دارای قاعده مثلثی هست. در شکل شما توجه کنین، این نور سفید است. وقتی که داخل منشور میشه، ببینین این نور بدون انکسار از منشور خارج شده و این نور دیگر ببینین کمی مسیر خود تغییر داده، کج شده، که از منشور پس دوباره چی میشه؟ خارج میشه. اما در داخل منشور نور چی میکنه؟ انکسار میکنه. خب هرگاه منشور در برابر شعای آفتاب قرار داده شود، نور سفید آفتاب که از هفت رنگ تشکیل گردیده، بعد از عبور از آن مطابق شکل دو به چند رنگ تجزیه می کند. علت آن این است که اندازه انکسار یا شکست هر رنگ نور آفتاب در هنگام عبور از منشور فرق دارد. به طور مثال نور بنفش نظر به رنگ های دیگر بیشترین و رنگ سرخ کمترین شکست یا تغییر مسیر دارا می باشه. در شکل شما بازم ببینین، پیشتر برتان نشان دادم که این نور، ببینین این نور سفید است که داخل منشور میشه. نور سرخ از این نور یک کم دور شده، دیدین؟ اما نور بنفشه ببینین که بسیار فاصله زیاد را طی کرده. نور بنفشه ببینین از نور اصلی سفید بسیار مسیرش تغییر کرده. پس ایره به نام زاویه انکسار هم یاد میکنن. یعنی میگیم کمترین تغییر مسیر نور سرخ و زیادترین تغییر مسیر نور بنفش داره. و در اینجا میبینیم که نور به هفت رنگ تجزیه شده: سرخ، نارنجی،
زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش که افرنگ می باشند. البته قوس، قزح یا کمان رستم یکی دیگر از مثال‌های تجزیه نور است که در فصل بهار دیده میشه. پیشترم راجع به او برتان گفتم که از وقتی از قطرات باران نور عبور میکنه، نور سفید آفتاب به افرنگ تجزیه میشه، یعنی همین قطره باران به حیث منشور کار میکنه یا عمل میکنه. نورهای رنگی که به هفت رنگ سرخ، نارنجی و زرد و آبی، نیلی و بنفش به وسیله منشور از هم جدا میگردد، طیف نور نامیده میشه. یعنی می افرنگ به نام طیف نور آفتاب یاد میکنند. این شما ایده در شکل سه میبینید که از سرخ شروع میشه و به بنفش ختم میشه. ایده به نام طیف نور آفتاب یاد میکنید. خب به خاطر که شما موضوع را خوبتر درک کنین، ما یک فعالیت انجام میدیم. البته برای اجرای فعالیت ما به نور آفتاب ضرورت داریم. یک بار فعالیت می خوانیم، تجربه کنید. یک ظرف نسبتاً بزرگ را از آب پر کنید و آن را در مقابل نور آفتاب که از رای کلکین به داخل اتاق می تابد قرار دهید. بعداً یک آینه مستوی را مطابق شکل به طور مایل داخل آب بگذارید. ظرف با آینه را حرکت دهید تا طیف نور روی دیوار تشکیل گردد. اگر رنگ دیوار سفید نیست، می توانید کاغذ سفید را در محل تشکیل طیف روی دیوار قرار دهید. حالا مشاهداتی را که انجام داده اید با هم بس نموده و نتایج آن را برای همسنفان خود ارائه کنید یا بیان کنید. خب شاگردای عزیز، حال ما شما میریم در صحنه اولی و در شعای آفتابی تجربی ما را عملا کار میکنیم. شما این شکل شام در اینجا میبینید. شاگردای عزیز، قسمی که ما خواندیم تجربه را، گفتیم یک تشت کلان پر از آب داشته باشیم و یک آینه مستوی. تشت پر از آب و آینه مستوی. آینه را به طور مایل داخل تشت آب قرار میدیم. به این شکل. دیدید؟ به طور مایل قرار میدیم و به خاطر که تصویر از روی دیوار بفته و نور تجزیه شده روی دیوار بفته، ما امی زاویه را و یا موقعیت تشت میتونیم تغییر بدیم. تا وقتی ما این را تغییر میدیم که نور تجزیه شده روی دیوار یا روی کاغذی که ما نصب کردیم در روی دیوار تصویر شده تشکیل شود، یعنی نور تجزیه شده را ما در روی کاغذ ببینیم. خوب شاگردای عزیز، حالا شما میبینین که انعکاس نور در یک طرف افتاده و نوری که توسط آینه که در قسمت آینه که در آب است، نوری که تجزیه شده به هفت رنگ او به دیگر طرف تشکیل شده و شما این خوب میتونین که مشاهده کنین. از این تجربه خود ما این نتیجه را میگیریم که امی قسمت آینه که در آینه مستوی که در بین آب است به حیث یک منشور کار کرده و نور تجزیه کرده. و البته میبینین که در تصویر شما ببینین که نور به هفت رنگ تجزیه شده: سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. شما تمام رنگ ها را میتونید به بسیار وضاحت مشاهده کنید. تشکر شاگردای عزیز از توجهتان. خوب شاگردای عزیز، از این تجربه ما این نتیجه را میگیریم که در این تجربه آبی که در مقابل آینه قرار گرفته مانند یک منشور عمل نموده، نور هنگام عبور از منشور به رنگ های مختلف جدا میشد که به این پدیده تجزیه نور میگویند. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. خدا کنه که در سفرها گرفته باشین. یک بار ما درس به طور خلاص براتون بیان میکنم. منشور جسم شفافی است که دارای چند وجه که معمولا دارای سه وجه هم میباشد. منشور نور آفتاب را به هفت رنگ سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش تجزیه میکند. علت آن که منشور نور آفتاب را به هفت رنگ تجزیه می کند این است که اندازه انکسار و یا شکست هر رنگ در انگام عبور از منشور فرق دارد. به طور مثال نور بنفش نظر به رنگ های دیگر بیشترین و رنگ سرخ کمترین شکست یا تغییر مسیر دارا می باشد. نورهای رنگی که به هفت رنگ سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی و بنفش با وسیله منشور از هم جدا می گردد، طیف نور نامیده می شد. خوب شاگردای عزیز، ای بود
خلاصه درس امروز. حالا میایم سر کار خانگی. منشور نور آفتاب را به کدام رنگ ها تجزیه می کند؟ رنگ های تجزیه شده به نام چی یاد می شند؟ علت تجزیه شدن نور آفتاب در منشور را به طور مختصر بیان کن. چرا منشور نور آفتاب تجزیه می کند؟ علتش چی هست؟ شما این را در کتابچه‌هایتان نوشته کنید. خوب شاگردای عزیز، از توجهتان تشکر و تا دیدار بعدی، خدا حافظ و امید موفقیت های هرچی بیشتر.